سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. مذاکرات مفصل هیئت طالبان با وزارت خارجه ایران در تهران و بحث روی چگونگی تأمین صلح و ثبات در افغانستان. تعهد تازه رئیس جمهور ترامپ و نابودسازی کامل داعش در سوریه. 5, 4, 3, 2, 1. و آمادگی ها برای پذیرایی از سال نو میلادی در ایالات متحده آمریکا و جهان. سلام، سرزیو هستم و تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز دوشنبه 31 ماه دسامبر سال 2008 است. شما فراموش نکنید که برنامه کنونی در فیسبوک دری صدای آمریکا همین اکنون به گونه مستقیم در حال نشر است. خبرها را با گزارش های در مورد افغانستان آغاز میکنیم. ایران تایید کرده است که هیئت طالبان در تهران با مقامات ایرانی در مورد مذاکرات صلح افغانستان دیدار کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که این دیدار هیئت طالبان با اطلاع حکومت افغانستان دیروز در تهران صورت گرفته است. در همین حال جنرال مک‌کریستل، قماندان ارشد سابق آمریکایی، از رئیس جمهور ترامپ انتقاد کرده و گفته است بحث خروج نیمه از عساکر آمریکایی از افغانستان، آن هم درست زمانی که مذاکرات صلح در آن کشور آغاز شده، مهمترین اهرم فشار ایالات متحده را بر طالبان از بین میبرد. همکارم یلدا بکتاش که از اتاق خبر مرکزی صدای آمریکا با ما هستند، جزئیات بیشتر در مورد را دنبال کردن. یلدا جان سلام، دوباره خسته نباشید. تازه ترین جزئیات در مورد دو مسئله پیش شما چی است؟ سلام سیار جان به شما و بیننده‌های محترم. مقامات وزارت خارجه ایران و هیئتی از گروه طالبان در حال در تهران با هم دیدار کردند. علی شمخانی، منشی شورای عالی امنیت ملی ایران، چند روز قبل به کابل سفر کرده بود و با مقامات افغان در خصوص پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان گفتگو کرد و از آنجا هم به مسکو رفت و با مقامات روسی در همین مورد دیدار کرد. و نظر می‌رسد که ایران تمایل دارد نقش مهمتری در مذاکرات صلح افغانستان ایفا بکند. جزئیات بیشتر با هم در گزارش می‌بینیم. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران سفر هیئتی از طالبان به تهران را تایید کرد. بعد از سفر آقای شمخانی و دیدارهایی که در افغانستان داشتند، دیروز هیئتی از طالبان در تهران بود. مذاکرات مفصلی را با عراقچی داشتند. گفتگوهای مبسوطی در این خصوص صورت گرفت. آقای بهرامی همچنان اضافه کرد که دیدار و گفتگو با طالبان با در نظر داشته اینکه افغانستان شاهد ناامنی و بی‌ثباتی است، با اطلاع حکومت افغانستان صورت گرفته است. حکومت افغانستان از تلاش ایران استقبال کرده است. در حالی که ایران از رابطه خود با طالبان و تمایل آن کشور برای ایفای نقش فعالانه تر در پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان گفته است، اداره ترامپ در حال بررسی خروج نیمه از عساکر آن کشور از افغانستان است. تصمیمی که انتقادهای شدید بسیاری از کارشناسان امور افغانستان، از جمله جنرال مک‌کریستل، قماندان پیشین نیروهای بین‌المللی در افغانستان را به دنبال داشته است. مک‌کریستل در مصاحبه با شبکه ABC از رئیس جمهور ترامپ انتقاد کرده و گفته است بحث خروج نیمی از عساکر آمریکایی از افغانستان، آن هم درست زمانی که مذاکرات صلح در آن کشور آغاز شده، مهمترین اهرم فشار ایالات متحده را از بین می‌برد. اگر ما با طالبان بگوییم که در زمان مشخصی از آن کشور بیرون خواهیم رفت، انگیزه آنان برای آمدن به میز مذاکره به طور قابل ملاحظه پایین خواهد آمد. من نگران اعتماد مردم افغانستان هستم. در آخر آنها هستند که تصمیم میگیرند چه کسی در آن کشور برنده می شود. من فکر می کنم ما احتمالاً آنها را از خود راندیم. ما آنها را به باور این که دوست و حامیشان بودیم از خود راندیم. البته این اولین بار نیست که جنرال مک‌کریستل از سیاست‌های رئیس جمهوران ایالات متحده در خصوص مدیریت جنگ در افغانستان انتقاد می‌کند. در سال 2014 نیز وی از اداره اوباما بر سر خروج عساکر آن کشور از افغانستان انتقاد کرد که به استعفای او انجامید. تحولات اخیر در حال صورت می‌گیرد که طالبان دیروز مجدداً اعلام کردند که حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان در نشست بعدی در عربستان نیستند، اما می‌خواهند راجع به موضوعات که در نشست ابوظبی نیمه تمام مانده در جده بحث و مذاکره کنند.
قابل ذکر است که در سال 2018 میلادی تلاش‌های گسترده در راستای اعاده صلح در افغانستان به نسبت سال 2017 صورت گرفت. در این سال برای اولین بار میان حکومت افغانستان و گروه طالبان آتش بس شد. کابل در حضور جامعه جهانی گفتگوهای بی قید و شرط با طالبان اعلام کرد و عالمان دینی در کعبه معظمه و کابل فتوا دادند که جنگ افغانستان مشروعیت دینی نداره و دو طرف این جنگ باید با همدیگر صلح کنند. همچنین در این سال ایالات متحده آمریکا با انتصاب زلمه خلیلزاد به عنوان نماینده کشور در امور صلح افغانستان تلاش کرد تا برای منازعه کشور راه حل سیاسی پیدا کنه. سید حسیب مودودی از کابل به بررسی تلاش‌های صلح در سال 2018 پرداخت. ماه جون 2018 میلادی نقطه عطف در صلح افغانستان بود. در این ماه حکومت افغانستان و طالبان به مناسبت عید رمضان برای نخستین بار آتش بس کردند. این آتش بس نخست از جانب حکومت اعلام شد و طالبان هم پذیرفتند که برای 3 روز دست از جنگ بردارند. صدها جنگجوی طالب وارد شهرها شدند و با نظامیان افغان عکس و تصویر گرفتند. اما در عید قربان آتش بس نشد. حالا روند صلح در افغانستان و مصالحه در افغانستان یک روند معوج و سرچپه است و کجدار و مریضه و این روند به باور من موفق نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در 28 فوریه در دومین نشست پروسه کابل حکومت افغانستان پیشنهاد کرد که طالبان میتوانند یک حزب سیاسی داشته باشند. با پاسپورت افغانستان رفت و آمد کنند و کابل بهترین مکان برای آغاز گفتگوهای صلح است، اما طالبان این پیشنهادها را نپذیرفتند. جغرافیای افغانستان میدان رقابت است. میدان رقابت روسیه، آمریکا، میدان رقابت ایران و سعودی، میدان رقابت هند و پاکستان. تا وقتی که در سرزمین افغانستان تضادی منافع وجود داشته باشه، جنگ افغانستان افغانی است، منطقه‌ای است، فرا منطقه‌ای است. هیچ کس نمیتونه در این سرزمین صلح را حاکم بسازه. در نهم ماه نوامبر امسال نشست مسکو برگزار شد. در این نشست برای نخستین بار نمایندگان طالبان به گونه علنی ظاهر شدند و دیدگاهشان را درباره صلح و جنگ افغانستان شریک ساختند. امسال رویکرد ایالات متحده آمریکا نیز در پیوند به صلح و جنگ افغانستان تغییر کرد. در 5 ماه سپتامبر زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان شد. آقای خلیلزاد در 12 ماه اکتبر با اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار و گفتگو کرد. این گفتگوها چندین بار تکرار شدند. امریکایان سره ناست یا وسپل خو هغه سمره بنی مرتب نسپل که څنګه چې طالبان وغوښته چې امریکایانو په طول توافق راشي دا درې څلور واري امریکایانو طالبان سره کښېنستل خو امریکایانو دغه توافق د خپلې خواسه نه راوړي چې طالبانو ته بیان کړي. در دسامبر 2018 میلادی نشست صلح ابوظبی هم برگزار شد. طالبان بار دیگر در حضور نمایندگان پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی با امریکا گفتگو کردند. حکومت افغانستان هم برد مشورتی صلح را که متشکل از چهره های سیاسی و رهبران ارشد جهادی است ایجاد کرد. همزمان یک هیئت گفتگو کننده صلح نیز ایجاد شد. 2018 یک سال تاریخی هستند به خاطر آغاز پروسه های صلح. این زمان به اثبات خاطر رساندن که چقدر نتایج پروسه صلح و تلاش های صلح به بیان میاره، ولی من فکر میکنم که یک سال بسیار خوبی بودن. در 4 جون 2018 میلادی حدود 2000 عالم دینی در کابل با صدور یک فتوا جنگ افغانستان را نامشروع اعلام کردند و حملات انتحاری را حرام خواندند. در 10 و 11 ماه جولای نیز 32 کشور زیر چتر سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی در جده خواهان صلح میان حکومت افغانستان و طالبان شدند. سال 2018 سال مومد بود، سال مقدمه بود و انشاءالله سال 2019 سال مذاکرات صلح افغانستان است و یک تصمیم در رابطه به آینده افغانستان بین حکومت افغانستان و طالبان در موجودیت کشورهای حامی پروسه صلح افغانستان گرفته میشه. در کنار سایر تلاش‌ها برای صلح، امسال کاروان صلح هلمند نیز از شهر لشکرگاه تا کابل و از کابل تا مزار شریف برای رساندن پیام صلح پیاده منزل زدند. سرانجام 2018 میلادی نیز پایان یافت و اما رویاهای افغان‌ها برای برگشت صلح در کشورشان همچنان یک رویا ماند. با این هم خیلی ها امیدوارند که 2019 میلادی سال پایان جنگ باشد که میگویند ازش بیزارند. مردم میگویند که اگر زندگی با امید بنا است، پس بزرگترین آرزو و آرمان افغان‌ها هم چیزی نیست جز برگشت صلح در کشورشان. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل. خب
در پی نشر گزارش ها از گفتگوی هیئت طالبان با معاون وزارت خارجه ایران در تهران، تهران یک بار دیگر اعلام کرد که کابل از قبل در این مورد اطلاع داشته که ایران تمایل به کمک در آوردن صلح به افغانستان دارد و در این زمینه با طالبان وارد گفتگو می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفته است که گفتگوهای دو طرف در تهران مهم بوده است. این مقام ایرانی تاکید کرده که انجام مذاکره با طالبان به معنای همسویی با موازی این گروه نیست. اما چرا پس از آغاز تلاش‌های تازه ایالات متحده و متحدین آن برای تأمین صلح در افغانستان، کشورهای همسایه افغانستان به یک بارگی در تلاش مذاکره مستقیم با طالبان شدند؟ برای بحث در این مورد خواستیم با محترم اسدالله ظاهری، معاون سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان که همکنون از طریق اسکایپ از کابل در برنامه با ما هستن، صحبت داشته باشیم. آقای ظاهری، تشکر از وقتتان، خوش آمدین به برنامه. ایران مدعی شده که کابل از جریان گفتگوها با طالبان آگاه بوده. آگاهی شما شورای عالی صلح در مورد گفتگوی هیئت طالبان با معاون وزارت خارجه ایران در چه حد است؟ با سلام بر شما و شنوندگان شما و همکاران شما، به ارتباط سوال شما عرض بکنیم که شورای عالی صلح به عنوان تمثیل کننده اراده مردم در تأمین و ساختن صلح همیشه تلاش بوده است که با آدرس هایی که در منطقه در سطوح فراتر از منطقه به ارتباط صلح افغانستان تلاش میکنه فعالیت میکنه در ارتباط باشه، اونا هم بر حال ارتباطات یا مشورات بر حال. معذرت میخوام، من صحبت شما رو باید قطع کنم، وقت برنامه خیلی کوتاه است. سوال مشخص است، در مورد ملاقات هیئت طالبان با معاون وزارت خارجه ایران تا چه حد اطلاع داشتین؟ کدام معلومات با شما شریک شده؟ من رئیس شورای عالی صلح عرض کردیم که مراجعی که در این آدرس هایی که به این ارتباط تلاش میکنه، قبلا رئیس شورای عالی صلح جناب استاد محمد کریمی خلیلی هم سفر داشت به ایران. به هر حال ما بی خبر نبودیم و همکاران ما چی در سطح منطقه و بین‌المللی هر تلاش را که انجام میدهد با طرف افغانی در هماهنگی هست و همینطور با اجازه و شما آگاه هستین که کدام هیئت طالبان با معاون وزارت خارجه ایران گفتگو کردن و از کجا به ایران سفر کردن؟ جزئیات و در واقع جزئیات موضوع یا اینکه چه موضوعات مطرح شده به هر حال یک بحثی است که به ارتباط مربوط میشه به وزارت خارجه که باید اونا، چون بین حکومتی هست معمولا وزارت خارجه به وزارت خارجه افغانستان هم همه اطلاع میده. اما ما آنچه که میتونیم برای شما بگیم این است که جمهوری اسلامی ایران یا سایر همکاران ما که در این زمینه تلاش میکنه در هماهنگی تام و تمام با طرفهای افغانی و حکومت افغانستان است. ظاهری صاحب، من ناچار باید از شما پرسان بکنم، من حیث شورای عالی صلح افغانستان که بانی تلاش ها به خاطر آوردن صلح در افغانستان هستین، شما اطلاع ندارین که با ایران کدام هیئت طالبان صحبت میکنه؟ آیا فکر میکنین که شورای عالی صلح دیگر اصلا مشروعیت خود را در ذات خود از دست داده و شما آگاه نیستین که کی با کی در مورد صلح افغانستان صحبت میکنه؟ به هر حال شورای عالی صلح یک نهادی است که برآمده از اراده مردم و متصدی مدیریت و رهبری صلح در داخل کشور است. هر آنچه که در بیرون از کشور اتفاق میفته طبیعی است که مسئولین وزارت خارجه پیگیر و مسائل رصد میکنه. عرض کردیم که شورای عالی صلح در ارتباط هست، اما که کی با کی فعالیت مذاکره میکنه و کی با کی گفتگو میکنه. آقای ظاهری، معذرت میخوایم، میشه به این پرسش پاسخ بگوین که تفاوت بین دیدار هیئت طالبان با عربستان سعودی، پاکستان و ایالات متحده با ای که با ایران میبینه چی است؟ آیا نگران نیستین که طالب بیشتر به رسمیت شناخته میشه در منطقه و بیشتر برش مشروعیت داده میشه؟ به هر حال هر تلاشی که به هدف کمک به تسریع بخشیدن پروسه صلح در افغانستان انجام میشه ما استقبال میکنیم، اما با رعایت چارچوب‌های حقوقی مشروط به اینکه با اجازه حکومت افغانستان باشه. تمامی تلاش هایی که انجام میشه چی از سوی همکاران ما آقای زلمه خلیزاد و کشورهای پاکستان و عربستان و ایران در هماهنگی با طرف افغانی و با اجازه حکومت وحدت ملی هست. بنابر این یک نوع تشریک مساعی و مساعی جمیله از سوی کشورهای منطقه و خارج منطقه با دیدار با شما در عربستان سعودی را رد میکنه. آقای ظاهری، تشکر از اینکه صحبت کردین، وقت برنامه متاسفانه کوتاه است، ولی در برنامه بعدی با شرح بیشتر با شما صحبت میکنیم. تشکر، یک دنیا. و حال در گزارش از کابل، مهمترین رویدادهای امنیتی در سال 2018 میلادی در افغانستان را مرور می‌کنیم.
در پیش تشدید خشونت طالبان و با دخیل شدن کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان شاهد هستیم که تغییرات جدی در سطح وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان با اعلام تدابیر شدید امنیتی و مبارزه جدی با تندروان شورشان رونما شده است. طبق وزارت داخلی افغانستان در این سال تحرکات مخالفان مسلح حکومت هم افزایش یافت و عملیات‌های نیروهای امنیتی این کشور بیش از 30% هم افزایش پیدا کرد. جلال میرزاد در گزارش از کابل و رویدادهای امنیتی سال 2018 توجه می‌کند. حمله مرگبار در ماه نخست سال 2018 میلادی. این حمله متربم بر ساختمان سابق وزارت داخله که نمایانگر سال خوبی برای افغانستان نبود، نزدیک به 100 تن کشته و 160 زخمی بر جا گذاشت. اما هفته پیش از این شمار از مهاجمان بر هتل کانتینتال حمله کردند که این حمله یک شبانه روز را در بر گرفت و بیش از 20 کشته بر جا گذاشت. این نمونه های از حمله های طالبان در این سال است، اما این گروه حمله های زیادی را در بخش های گوناگون این کشور انجام دادند. در کنار طالبان، گروه داعش نیز حمله هایش را در افغانستان افزایش داد، اما متفاوت تر از طالبان. در این سال گروه داعش مرکزهای آموزشی و عبادتگاه‌های شیعیان را چند بار آموزش قرار داد. در حمله این گروه بر مرکز آموزشی موعود در غرب کابل نزدیک به 50 کشته و 70 زخمی بر جا گذاشت. در ماه‌های پسین در یک حمله انتحاری بر گردمای عالمان دین نزدیک به 60 عالم دین کشته و 100 تن دیگرشان زخم برداشتند. در هیچ آینه، در هیچ کتاب، در هیچ جای برای خود جایگاه ندارد که کشتن مردم بیگناه. بر بنیاد آمارهای سازمان ملل متحد، در 9 ماه نخست سال 2018 میلادی در افغانستان 2798 غیر نظامی کشته و 5252 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. این گزارش سازمان ملل متحد عامل 65% این تلفات را طالبان و گروه داعش و 22% دیگر آن را به نیروهای طرفدار حکومت افغانستان نسبت داده است. در این گزارش ننگرهار، کابل، هلمند، غزنی و فاریاب بیشترین تلفات غیرنظامیان را داشتند. یک سال بسیار خراب بود. لحظه احساس امنیت ما نکردیم. ما لحظه که از خانه به طرف وظیفه می‌رفتیم فکر می‌کردیم که ما دوباره به خانه بر نمی‌گردیم. در سال 2018 میلادی طالبان گذشته از حمله های انتحاری و انفجاری دست به هدف بزرگتر نیز زدند. سقوط ولایت غزنی به دنبال آن سقوط ولایت فرا از تحرکات طالبان بودند که حکومت افغانستان را سخت زیر انتقاد ها قرار دادند. اما حمله طالبان بر ولسواری های جاغوری و مالستان اعتراض های مردمی را نیز به دنبال داشت. کندوز ما چیال شد، تخار و جلال آباد ما چیال شد، غزنی ما چیال شد. حمله های نیروهای امنیتی افغانستان در سال 2018 میلادی نسبت به سالهای پیش در برابر این گروه ها افزایش یافتند. وزارت داخله افغانستان از افزایش 30% عملیات های پلیس در برابر طالبان و داعش سخن می زند. اما می گوید که آمار درصدی عملیات های مشترک نیروهای امنیتی این کشور بیشتر از این است. دشمن به اساس مو اهداف کلانی را که تعیین کرده بود قرار بری بود که باید حداقل 3 تا 4 ولایت در اختیارشان قرار بگیره. بر بنیاد آمارهای وزارت داخله افغانستان تنها در 3 ماه پسین 3 والی، 20 ولسوال نامنهاد و 11 فرمانده قطعه سرخ طالبان کشته و نزدیک به 500 عضو این گروه بازداشت شدند. اما کشته شدن ابو سعید ارهابی رهبر گروه داعش با 10 تن همراهانش در ماه اگست سال 2018 میلادی بزرگترین ضربه به این گروه به شمار می رود. اگرچه نهادهای امنیتی افغانستان آمار تلفات این نیروها را به علت ختم نشدن سال خورشیدی با رسانه ها شریک نمی سازند، اما پیش از این رئیس جمهور افغانستان گفته که در 4 سال پسین 28500 تن از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. کشته شدن جنرال رازق، فرمانده پلیس ولایت کندهار در یک حمله مهاجم در 18 اکتبر همین سال، حکومت افغانستان را زمینگیر ساخت و این رویداد افغانستان و جهان را تکان داد. اگر درست بررسی و پلان گذاری نشود، توجه خاص صورت نگیرد
و از اشتباهاتی که کردیم پرهیز نشوه، چی در ملکی چی در نظامی، سال آینده سال خونین تر خواهد بود نسبت سالی. سال 2018 میلادی خونین ترین و خطرناک ترین سال برای خبرنگاران هم دانسته شد. بر بنیاد آمارهای دیدبان حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، در این سال 20 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته شدند و 20 تن دیگرشان زخم برداشتند. در فرجام هفته پیش و آخرین حمله مرگبار سال 2018 میلادی، حمله بر وزارت فواید عامه و اداره ملی حمایت از معلولین و شهدا بود که 43 کشته و 29 زخمی بر جا گذاشت. سال 2018 میلادی با این همه فراز و فرودها سال خوبی برای افغانستان ثبت تاریخ نخواهد بود. اما باشندگان این کشور جنگ زده هر سال بیشتر از سال دیگر امیدوار با ایندهشان هستند و سال 2019 میلادی را سال خوبی برای کشورشان پیش بینی می کنند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. خبر هم از ایالات متحده آمریکا. لنزی گراهام سناتور جمهوری خواهی ایالات متحده آمریکا گفت رئیس جمهور ترامپ دستور داده است تا خروج عساکر ایالات متحده از سوریه با آهستگی صورت گیرد. این اظهارات سناتور گراهام با تعقیب اعلان قبلی رئیس جمهور ترامپ صورت میگیرد که در اوایل ماه دسامبر گفت دستور خروج 2000 عسکر ایالات متحده از کشور جنگ زده سوریه را صادر میکند. سناتور لنزی گراهام منتقد علنی تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد خروج عساکر از سوریه بود که منجر به انتقادات هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه شد. فکر میکنم رئیس جمهور بسیار متحد است که وقتی ما سوریه را ترک میکنیم داعش باید کاملا شکست خورده باشد و اطمینان حاصل گردد که ما به هدف رسیده ایم و به وضعیت ایران و کردها رسیدگی صورت گیرد. فکر میکنم حالا در یک مرحله توقف قرار داریم و مجدداً مورد غور قرار میدهیم که بهترین طریقه برای رسیدن به هدف رئیس جمهور در مورد پرداخت بیشتر از جانب کشورهای دیگر است. بریتانیا و فرانسه هنوز در سوریه هستند. خدا کمکشان کند. منطقه باید پول بیشتر در آنجا مصرف کند. در همین حال عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق روز یکشنبه به نقش بزرگتر آن کشور پس از خروج اساسی ایالات متحده در مبارزه علیه داعش اشاره نموده گفت اگر هر انکشاف منفی در سوریه صورت گیرد ما را متاثر خواهد ساخت. ما 600 کیلومتر سرحد با سوریه و داعش داریم. در ساحه دیرالزور که ساحه سرحدی بین عراق و سوریه است ما آنها را مهار میکنیم. همکاری کامل بین عراق و سوریه موجود است. از جانب دیگر چنین معلوم می شود که تسلط یا کنترل شهر شمالی منبج در شمال سوریه توسط ملیشه های کردی کمتر شده می رود. در اواخر سال 2015 ائتلاف به رهبری ایالات متحده توزیع سلاح را به ملیشه های کردی آغاز کرد تا علیه گروه های تندرو بجنگند. به همین دلیل این گروه که مسمی به پی پی یو است کنترل خود را در ساحه گسترش داد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. از سوی هم تعطیلی بخش از حکومت فدرالی ایالات متحده آمریکا امروز وارد دهمین روز شد. به نظر می رسد که این تعطیلی برای این هفته و یا هم اضافه تر از آن ادامه داشته باشد. زیرا بحث و گفتگو میان قصر سفید و قانونگذاران آمریکایی روی بودجه سال 2019 هنوز هم با بنبست مواجه است. شرح بیشتر در این مورد همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده و هم اکنون در برنامه با ما هستند. عزیز جان سلام بر شما، خسته نباشین. جزئیات تازه در این مورد نزد شما چی هست؟ تشکر آقای زیا. خوب، به بنبستی که شما اشاره کردین هنوز هم پا بر جاست، اما لنزی گراهام یکی از سناتوران برجسته حزب جمهوری خواه دیروز پس از یک دیدار با رئیس جمهور دونالد ترامپ ابراز خوشبینی کرد مبنی بر از اینکه گویا یا احتمالاً قانونگذاران دموکرات، قانونگذاران جمهوری خواه و هم رئیس جمهور بین خود به یک توافق خواهند رسید. البته تنها ابراز خوشبینی کرده است، توافق تا حال صورت نگرفته. لنزی گراهام در دیدار دیروز گفت که یک طرح پیشنهادی خود را با رئیس جمهور دونالد ترامپ شریک ساخته. طرح قسمی است که اگر قانونگذاران دموکرات با ساخت دیوار مرزی با مکزیکو موافقه کنند، حکومت نیز با آن عده از مهاجرین غیر قانونی اسناد قانونی را ارائه خواهند کرد که در ایام کودکی به ایالات متحده آمده اند. لنزی گراهام گفته که رئیس جمهور با این طرح
رضایت داشته، ولی سوال این است که آیا دموکرات ها هم یک چیز میخوان کنفرم کنم عبدالله عزیز، استرالیا سال نو شده نه مامت یک چیز خواندم یادت چک کنین یا از جانب دموکرات ها تا انوز هیچ نشانی به خاطر یک جرامت با حکومت دیدن نمیشه. شهر واشنگتن دی سی در حال شب سال نو را تجلیل می کند که بخشی از حکومت فدرال ایالات متحده در تعطیل است و هیچ نشانه پیشرفت در مذاکرات برای بازگشایی آن دیدن نمی شود. تمام، بحث ها نتیجه نداد. این تعطیلی برای مدت ادامه خواهد داشت. با آغاز دور جدید تقنینی کنگرس به روز پنجشنبه که در آن حزب دموکرات کنترل مجلس نمایندگان را به دست خواهد داشت، انتظار این است تا بنبست به وجود آمده روی بودجه که منجر به تعطیلی قسمی حکومت فدرال شده است به یک نتیجه برسد. ما نه تنها قاعده را که باعث بازگشایی حکومت شود تصویب خواهیم کرد، بلکه این اطمینان را نیز حاصل خواهیم کرد که حکومت مسئولیت داشته باشد. قانونگذاران دموکرات می خواهند تا برای سال 2019 یک بودجه را تصویب کنند که در آن پول برای ساخت دیوار سرحدی با مکزیکو شامل نبوده، بلکه تنها به مصارف افزایش تدابیر امنیتی سرحدات تخصیص داشته باشد. ولی رئیس جمهور ترامپ هشدار داده است که اگر قانونگذاران پول ساخت دیوار را تامین نکنند، حکومت مجبور خواهد بود تا سرحد با مکزیکو را کاملا ببندد. اما به نظر می رسد که دموکرات ها سرسختانه از موضع خود دفاع می کنند. این همان رئیس جمهور است که مکررن به مردم امریکا وعده داده که مکزیکو پول ساخت دیوار را پرداخت خواهد کرد. حال او می خواهد که برای تمویل این برنامه که هیچ مؤثریت نیز ندارد، 5 میلیارد دلار از پول مالیات دهندگان امریکایی اختصاص داده شود. در حالی که جدال بین قصر سفید و کنگرس ادامه دارد، مرگ یک کودک مهاجر دیگر از گواتیمالا توجه را به اداره گمرکات و مسئولیت سرحدات ایالات متحده جلب کرده است. این کودک گواتیمالایی یکی از هزاران کودکانی بود که در بازداشت به سر می‌برند. این کودک گواتیمالایی یکی از هزاران کودکانی بود که در بازداشت نیروهای سرحدی ایالات متحده به سر می‌برند. رئیس جمهور ترامپ دموکرات‌ها را در مرگ این کودک ملامت می‌کند و گفته است که اگر یک دیوار وجود می‌داشت، پناهجویان بدون اسناد حتی برای سفر پر از خطر به امریکا تلاش هم نمی ورزیدند. اما دموکرات ها می گویند که بسیاری از این پناهجویان با دلیل خشونت و فقر در کشورهایشان خانه های خود را ترک می کنند و می افزایند که دلایل معجب برای پناهجویی دارند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن. خب امروز با جز از استرالیا بیشتر کشورهای جهان شاهد آخرین ساعات سال 2018 میلادی است. فردا سال نو میشه و پیش بینی شده که امروز در مراسم تجلیل سال نو حدود 1 میلیون نفر به تایم سکوئر در شهر نیویورک ایالات متحده آمده و مراسم را از نزدیک تحویل میگیرند. روزها کار و تلاش لازم است تا این توپ عظیم کریستال درست کار کرده و در زمان تعیین شده روشن شود. هر کدام از این مثلث‌های شیشه‌ای دارای صدها چراغ سرخ، آبی و سبز هستند. در مجموع این توپ عظیم که بر روی بام یکی از ساختمان‌های تایمز اسکوئر نصب شده، 32,000 چراغ مختلف را در خود جای داده است. هنگام چراغانی شدن و باز شدن در لحظه تحویل سال، این توپ عظیم کریستالی رنگارنگ از نقاط مختلف شهر قابل رؤیت است. اما تمام این مراسم یک پروژه انجینیری پیچیده است. وقتی این مثلث‌های کوچک را بالا می‌گیری، نور از این برش‌ها منعکس می‌کند. برای ساخت این توپ عظیم 2688 قطعه کریستال نیاز است و ما هر سال 192 تا از این قطعات را با طرح‌های جدید جایگزین می‌کنیم. پس از 10 سال شما چیزی مانند یک لحاف 40 تکه‌ای خواهید داشت که در برگیرنده احساسات زیبای بشری است. همه اینها در این توپ مشهور در تایمز اسکوئر به نمایش در می آید. این چراغ‌ها قابلیت برنامه ریزی شدن را دارند و این به برگزار کنندگان این امکان را می دهد که این نمایش نور را هر سال با شکل‌های جدیدتری اجرا کنند. طرح امسال هدیه هماهنگی و هارمونی است و این به لطف قابلیتی که در این توپ کریستال وجود دارد امکان پذیر شده، زیرا همه ساله ما تعدادی از این کریستال ها را با شکل های متفاوت جایگزین می کنیم. تام برنن که برای شرکت کار می کند که مالک این توپ است می گوید شاید روند این کار